11 فروردین ماه 1396 خورشیدی و 31 مارس 2017 میلادی. در امشب صفحه آخر به مناسبت نوروز و 13 نوروز میخواییم ببینیم چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مراسم ایرانی و با شادی به طور کلی اینقدر مشکل داره. پرده آخرم البته خواهیم داشت. اونانه بله. قبل از شروع برنامه به روال معمول برنامه های صدای آمریکا موظفم عرض کنم خدمت شما که نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما درباره تقدیمی و راه‌های تماس با این بخش برنامه شماره تلفنی که فقط برای گرفتن پیام برای پخش در برنامه تقدیمی است 201-202-382-5982. فیلم و ویدیو هم که میتونین به ایمیل ما بفرستید lastpage@voanews.com، فیسبوک ما VOA Last Page و به تلگرام بخش فارسی صدای آمریکا هم البته میتونین بفرستین فارسی VOA. در هفته گذشته افزون بر پیام‌های تلفنی که البته هنوز تقدیمی نیست، فقط سلام علیک و اظهار لطف و شمار تلفن گذاشتنه، عده‌ای از دوستان چند تا ویدیو برای پخش برای برنامه تقدیمی فرستادن که ما مطمئن نیستیم که آیا قبلا در جای دیگه هم نشون داده شده یا نه. بنابراین تقریبا همشون رو خیلی هاشون رو گذاشتیم کنار و خواهش میکنم که هر ویدیویی که میفرستین حتما اولش بگین که برای برنامه صفحه آخر، که ما مطمئن بشیم که جایی پخش نشده. تقدیمی که امشب میبینین از بیننده ایست که گله کرده است که چرا تقدیمی ها به مسئولان حکومت، تقدیمی های صفحه آخر، چرا به مسئولان حکومت؟ دلیلش این است که ما تقدیمی ها رو از شما میگیریم، تحویل مسئولان حکومت میدیم، ما واسطه ایم در واقع برای جلب توجه مردم به شخص معینی در حکومت به عنوان مسئول مستقیم فلان ظلمی که شده یا فلان دزدی که شده. یعنی اگه میگیم تقدیمی، طنز و طعنه است در این خطاب مشخص تقدیمی. باری تقدیمی این هفته رو ببینیم به رهبر معظم نظام مقدس. آقای فلاحتی، میخواستم این رو بهتون بگم که بنده از شما گله دارم و گله من این است که چرا حتی بخش های تقدیمی شما مربوط به افراد حکومتی میشه. پس سهم من جوان از این مملکت چی هست؟ یعنی حتی یک بخش تقدیمی نمیشه سهم من جوان باشه؟ من 55 میلیون زیر خط فقر، من 20 تا 30 میلیون جوان بیکار تحصیل کرده خدمت رفته بدبخت بیچاره ای که توی خونه نشسته و واقعا هیچ امیدی به آینده نداره. چرا دم از اسلامی میزنید که تمام تاریخ این مملکت رو به نابودی کشید؟ سهم من جوان از این تقدیمی ها چیه؟ چی تقدیم من جوان بدبخت میشه؟ منی که هیچ امیدی به هیچ آینده ای ندارم. جواب این بغض ما رو کی باید بده آقای فلاحتی؟ رهبر باید بده، ریاست جمهوری باید بده، دستگاه قضا باید بده، تیم های بابک زنجانی باید بده. ما یعنی آدم نیستیم، ما از اون لبنانی ها کمتریم، ما از اون بازنشسته های فلسطین کمتریم، ما از اون یمنی ها کمتریم، ما از اون سوریه ها کمتریم. مردمی که در فقر و فلاکت داریم دست و پا میزنیم، به والله داریم دست و پا میزنیم، به والله زندگی مثل زندگی من شب روز از زندگی سگ هم بدتره. من 25 میلیون جوان بیکارم. پس فردا 13 بدره. این روز رو نه بنده و شما تعیین کردیم، نه سلسله پهلوی تعیین کرده، نه آخوندهایی که الان حاکمند. رسم فرهنگی، تاریخی و ملی ایرانیا بوده از چند هزار سال پیش، مثل بقیه
رسومی که بوده است جزء مراسم نوروزی بوده از زمانی که نوروز بوده است. حالا بحث تاریخش بارها کردیم در سالگردهای گذشته، نوروزهای گذشته، و امشب کاری به بحث تاریخیش مشخصا نداریم. ببینیم امروز 13 به در در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چگونه است. علی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان خرافه 13 که در 13 فروردین سال 1349 شمسی مطابق با 25 محرم 1390 هجری قمری ایراد شده است جلب می کنم. برید نون سبزار برید گله بزنید از نرسی خارج بشید، با سمن و پختن از نرسی خارج بشید، با سبزه ها را در روز سیزده از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشین. بیچاره چرا خونه تو ول میکنه این روز میره به ارزندی توی بازار؟ از خودت بیرون بیا، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و کبیدی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. به خدا ننگ این مردم است که روز سیزده را به عنوان سیزده به در می روند. روز ولادت خاتم الانبیا که باید روز تأثیر باشد و مردم بیان از تعلیمات اون بزرگوار استفاده بکنند، ما روز تأثیری نداریم. روز ولادت شاه مردان علی ابن ابی طالب برای ما تأثیر رسمی نیست. روز ولادت حسین ابن علی برای ما روز تأثیر نیست. ولی روزی که سمبل خرافه و حماقت ما روز تأثیری است. حالا فارغ از لحن طلبکار و فحاش ایشون، همه این چیزایی که آیت الله مطهری فرمودن بعد از انقلاب تعطیل رسمی، همه این روزایی که گفتند ولادت فلان امام و فلان و فلان فلان شهادت و اینا، خب این وضع چقدر شخصیت داده به مردم، چقدر از نحسی درشون آورده. امروز که تقویمشون پر از عزاست، وضعشون خوبه نسبت به قبل از انقلاب؟ همین حرف رو رهبر معظم انقلاب هم میزنه درباره قبل از انقلاب. گوش کنیم. اون رژیم، رژیم محمد رضای پهلوی، کاری کرده بودند، اونی که ما هم ادعا کنم اینها، کاری کرده بودند که جوانها به سمت ابتذال میرفتند. ابتذال نه فقط ابتذال اخلاقی، ابتذال هویت، ابتذال شخصیت. ابتذال هویت و شخصیت جناب آقای خامنه ای، یعنی این 21% از مردم ایران علائم افسردگی دارند و بین 20-25% ایرانیان دچار بیماری روانی هستند. از هر 5 نفر یک نفر. 4 میلیون نفر مصرف کننده رسمی مواد مخدر. سن فاحشگی در نظام مقدس اسلامی شما رسیده است به 11 سال. متوسط سن روسپیگری رسیده بین 12 ساله تا 18 ساله. 600 هزار زن خیابانی شناسایی شده، 12%شون متأهلن. ببینین اینا اگرچه از فقر اقتصادی است، ولی درست همون شرایطی است که شما رهبر معظم دارین به دروغ میگین قبل از انقلاب حاکم بود. من هیچ وقت نه درست میدونم نه حوصله قیاس بین دو نظامو دارم، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و اینا حرفای گولزنک بی خوده، ولی برای شناختن ریشه ها حرفای گولزنک بی خوده. ولی حقیقت این است که قبل از انقلاب این چیزی که داریم میگی دروغ بود. وقتی یک ملتی به طور روزمره داره تحقیر میشه، یعنی امروز دیگه خرید و فروش تن حرمتی نداره، چه برای یه لقمه نون باشه چه برای قبولی تو مدرسه و دانشگاه باشه، میدونین دیگه خودتون اینا رو. تحقیر و انحطاط یک ملت یعنی این. ببینید
اینم طریق نظری دادن امام حسینیه. ماشاءالله ماشاءالله. ببین برنجا چیکار میکنم. به به به. این مردمی هستند که امام راحل رو تو ماه دیدن و بر سرنوشت خودشون مسلط کردن. این مردم اینجوری دنبال یک کاسه برنج نظری باید بدون، اون وقت امام راحل قبرش می شود پرخرج ترین مقبره جهان. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه مصلای امام خمینی 66% پیشرفت فیزیکی دارد گفت اگر 400 میلیارد بودجه ساخت مصلا در موعد مقرر تخصیص داده شود پروژه را 2 ساله کامل تحویل می‌دهیم. 400 میلیارد تومان. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه آشنای همه، ببینید چی میگه. اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگراییش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. به چه ملاکی بعضی ها جشن‌های نوروزی همراه با غفلت از خدا از بیت المال مردم خرج می‌کنند؟ جشن‌هایی که فریاد همه مراجع بلنده. یکی از مراجع میگه پس چرا علما فریاد نمی‌زنند نکنید این کارها رو؟ بر خرج بیت المال برای جشن‌هایی که توش لهو هست، توش لعب هست، توش بدحجابی هست، شرعاً حرام بیانه، به خصوص در وضعیتی که گرونی‌ها رو می‌بینیم چه خبره؟ می‌بینیم وضعیت مردم ما چه مشکلات اقتصادی دارن؟ 2500 جشن نوروز با چه انگیزه‌ای؟ می‌بینیم وضعیت اقتصادی مردم با این همه مشکلات اقتصادی و گرانی. اون وقت 400 میلیارد تومان فقط در یک سال خرج مساجد می‌کنن. نه خرج ساختنش، خرج تجهیزاتش. یعنی چی؟ یعنی خرج منبر و بلندگو و احیاناً علم و کتلش. پول آخونده و مده‌های دعوتیش. 2000 تا مسجد تهران 400 میلیارد تومان خرج یک سال، یعنی هر کدومشون به طور متوسط 20 میلیارد تومان در سال، ماهی نزدیک 2 میلیارد تومان هر مسجد گرفته. چیکار کنه؟ چیکار کرده؟ این پول باش میشه به چه زخمایی زد؟ اصلا بگین ماهی 2 میلیون تومان گرفته مسجد، چه بکنه باهاش؟ خرج کلاس درس و یاد دادن هنر به بچه‌های مردم اگه میشد، اگه خرج امکانات ورزشی میشد. چقدر پر روان اینا که میان خطابه جمعه میخونن و میگن که وضع مردم خراب، جشن نوروز برگزار نکنین. 400 میلیارد تومان در سال خرج اتینای مسجد میکنن. اتینا میگم یعنی ساختمونش رو ساختن واقعا. میگه خرج تجهیزات مسجد 400 میلیارد تومان. متولیای 2000 مسجد تهران، حدود 2000 تا مسجد داره تهران، متولیاش با شهرداری تهران دستشون تو یک کاسه است که ماهی 2 میلیارد تومان توش ریخته میشه. بعد ذریعه 14 معصوم تو ایران ساخته میشه با پول کی؟ به چه قیمتی؟ ذریعه جدید حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام به زودی به سامرا منتقل میشود. این ذریعه پس از حمله تروریست ها به بارگاه ملکوتی امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام در مدت 4 سال به دست هنرمندان ایرانی در قم ساخته شده است. علاوه بر زری، 4 صندوق خاتمکاری، 4 در طلایی و 12 در میناکاری شده و 1000 متر مربع فرش حاصل هنر ایرانیان عاشق اهل بیت آماده انتقال به سامراست. 4 در طلایی، 12 در میناکاری شده، 1000 متر مربع فرش. به چه قیمتی؟ به قیمت فقیرتر شدن مردم؟
عادت دادن مردم به زیارت کردن و دخیل بستن و منتظر نظری بودن، دعواهای تو صف نظری، همدیگر رو کتک بزنن به خاطر نظری گرفتن یک کاسه برنج، یعنی خارج از این مقبره ها و مسجد های مجلل تحقیر و فروپاشی هویت و اقتدار اخلاقی و فرهنگی مردم. و این فقط به دلیل خالی بودن سفره ها نیست، سیاست به اصطلاح فرهنگی حاکم هم معیارها و ارزش ها رو اصلا واژگونه کرده. بزنین یه مثال کوچیک بزنم بریم سراغ مهمانان محترم برنامه. رهبر این نظام مقدس وقتی از خانواده و از زیبایی و تعهد شخصی بین زن و شوهر، دو تا آدمی که به هم علاقه دارن، وقتی از تعهد شخصی بین اینا صحبت میکنه، ببینین چه چیزی رو مد نظر داره. ساعت این واقعیت داره ها، یعنی ما خبرهای دقیق داشتیم که صرف 6 ساعت یه نفر آدم، یک انسان صرف وقت کنه برای آرایش، که میخواد بره مثلا عروسی که موی سرش اینجوری کنه، صورتش اینجوری کنه، چه کنه. خب اگر به این شکل در بیاد اینو انحرافه، انحطاطه. اما نه، فی نفسه رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها بدون اینکه در او خودنمایی و تبرج باشه، این عیبی نداره. در اسلام تبرج میدونید ممنوعه. تبرج یعنی همون خودنمایی زنها در مقابل مردها برای جذب و فتنه انگیزی، نوع فتنه است دیگه. و خیلی اشکالات داره این، یعنی اشکالش فقط این نیستش که این جوان، این دختر یا این پسر به گناه میفته، این اولیشه، شاید بتونم بگم کوچکترینشه. دنبالش میرسه به خانواده ها، یعنی اساسا اونجور رابطه بی قید و شرط و بی قید و بند سم مهلکه برای بنای خانواده، چون خانواده با عشق زنده است، اصلا بنای خانواده با عشق. بله، این وسط تبرج مهمه برای آقا، یعنی به خودتون نرسی در برابر مردی غیر از همسر، به خودت نرس. اصلا این به خودت نرسیدن، حالا تو برنامه صحبت میکنیم با مهمانان، یعنی نه سلیقه شخصی مهمه، نه اینکه تعهد طبیعی و عاطفی مهمه. اصلا این چیزا وجود نداره در ذهن آقایون. زیبایی فقط شهوانی است و جنسی، ربطی به شادی و نشاط عمومی نداره، ربطی به سر و حال بودن آدما نداره تو ذهن رهبر معظم. چه آدم افسرده که خودشو زیبا نمی‌کنه که. نظام مقدسی هم که درست کرده همین رهبر با همین فکر و ذکره که دستوراتش رعایت می‌کنه. من فقط چند تا خبر و تیتراشو براتون می‌خونم. فردا نیوز: دستگیری 150 دختر و پسر در پارتی شبانه. فرارو: بازداشت 80 دختر و پسر در پارتی شبانه. ایران اکونومیست: 45 دختر و پسر در تور تفریحی اطراف مشهد بازداشت شدند. خبرگزاری فارس: بازداشت بیش از 60 دختر و پسر در یک مهمانی در شرق تهران. دلیلی که تو خیابون گیر میدن به دختر و پسر، حمله میکنن به مهمونی ها، اساسا میگن حرام بودن رابطه قبل از ازدواج. میگن این حرومه، ما حمله کنیم نذاریم فلان. یه تعداد کمی هستن که اینجوری کارهای غیر اسلامی معصیت میکنن، حروم هست. چند درصد از جوانای ایران دختر و پسر رابطه قبل از ازدواج ندارند؟ چند درصد؟ انصافا کی کیو داره گول میزنه؟ و رهبر معظم خودشو. در خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم، پزشکی که دست کم در 30 سال گذشته در حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی کار کردن و چند کتاب ازشون هم منتشر شده ضمن کار عملی. خوش آمدید آقای دکتر به صفحه آخر. ببینین مقدمتاً برای این که خب من مثل که چنان حمله کردم به آقای دکتر نقره‌کار که اسکایپشون قطع شد در جا. بسیار خوب، اجازه بدین که اگر که اسکایپشون بلا فاصله وصل نمیشه ما بریم سراغ وصل شد. خیلی خوب آقای دکتر، صدای بنده رو میشنوین؟ بله بله. بسیار خوب، ببینید مقدمتا من میخواستم ازتون بپرسم تعریف شادی رو اصلا بکنین در علم روانشناسی فردی و اجتماعی. بعد دیدم که با این فرصت محدودی که داریم بحث‌های سوالات مهمتری شاید باشه، از جمله اینکه اینقدر اهمیت دادن به من داشتم میگفتم مساجد، روزه، مقبره امام و امامزاده که تعدادشون بالای 10,000 تا است، فارغ از حال منافع مالی و منطقه‌ای که برای حکومت داره، اصولا این مرده پرستی و تقدیس این فرهنگ مرگ
چه نتیجه فرهنگی و روانی برای مردم داره؟ بله، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه‌تون و همینطور به مهمان گرانقدرتون بهرام مشیری عزیز. ببینید، حکومت اسلامی یک سیاست فرهنگی روشنی داره. این سیاست فرهنگی فی واقع یک پروژه میشه گفت مذهبی و سیاسی است و تازگی هم نداره. شاید عمر این پروژه به اندازه عمر تاریخ تشیع است. در واقع این سیاست فرهنگی وجوه مختلف خرابه. با تلفن با آقای دکتر صحبت میکنیم. ببینید، بذارین درباره تفریحات من یک مثالی بزنم. حالا مهمان دیگر برنامه رو لو دادن، من نمیخواستم لو برن. آقای بهرام مشیری، درود بر شما. آقای مشیری تشریف دارین. یک کمی ما جسارتا شما رو چند دقیقه کوتاهی منتظر میذاریم، بعد میایم خدمت شما و به فرمایشات شما گوش میدیم. ببینید، تفریحات سالم داریم و تفریحات ناسالم در همه دنیا. این اصطلاح دیگه، این اصطلاح جا افتاده است. تفریحات ناسالم به استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی و هر تفریحی که به هر حال ضد اخلاق تعریف شده بشر امروزه. تفریحات سالم هم به شنا و کوهنوردی و انواع ورزش‌ها و سرگرمی‌های خانوادگی مثل پارک‌های بازی و اینا میگن دیگه. آیت الله خمینی ملاکش خلاف بشر متمدن امروز بود. برای خمینی و اذنابش فقط شرع منور است که به قدرت رسیده. همین. میترسن نه حتی هم دارن بترسن، برای اینکه اسلام جلو شهوات را میگیرن. اسلام نمیدارد که لخت بدن توی این دریاها شنا کنن، پشتش که من میکنن با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن. اسلام از فسادها جلو گرفته و همه آزادیها را که مادون فساد باشه داده. اونی که جلو گرفته فسادهاست که جلوش گرفته. و ما تا زنده هستیم نمیگذاریم این آزادیهایی که اونها میخوان تا اون اندازه که میتونیم. میذاریم و آزادی هایی که مردم میخوان تحقق پیدا کنه تا زنده هستیم. ببینید، از تفریح خانواده ها تو طبیعت فقط همین آخون میفهمه که زن و مرد قاطیان باید مثلا تو دریا چادر زد، بینشون با چادر چاقچور هم باید برن تو آب. خب جلوی این جمع های طبیعی و خانوادگی رو وقتی میگیری چی رو داری رونق میدی؟ مواد مخدر. اگه پول نداشته باشه پرسه زدن تو چایخونه ها و قلیون کشیدن. چرا زمان مرحوم طاغوت فقط مادر بزرگای ما قلیون میکشیدن؟ آمار معتادان به مواد مخدر در قیاس با امروز چرا ناچیز بود؟ آقای مشیری عزیز، درود بر شما. بر شما دوست گرامی آقای فراتی، درود بر هموطنان، همچنین درود بر دوست عزیزم آقای نقره‌کا. درود بر شما. آقای مشیری، هر چیز شادی آور در قاموس آقایون، ما یکی دو تا کلیپ پخش کردیم دیگه، نیازی هم نیست به سند بیشتر آوردن. هر چیز شادی آور در قاموس آقایون، مخصوصا شادی جمعی، موسیقی پخش کردن، رقصیدن، بازی کردن، خندیدن، اینا حرامه، گناهه. چرا؟ بسیار خوب. ببینید آقای فراتی، راسل فیلسوف بسیار مشهور قرن بیستم میگوید وقتی ملا و آخون یک کاری انجام میدهد که خلاف عقل هست یا یک جنایتی انجام میدهد، معمولا کسانی که سطحی میاندیشند ملا را مسئول میدانند و انگشت ملامت به سوی او دراز میکنند، در حالی که مشکل اصلی بنیانگذار اون مکتب بوده. به این مطلب باید توجه کرد. این که میفرمایید که ملا این کارو میکند یا ملا اون کارو میکند، البته این یک بحث بسیار مفصل تاریخی است که فرصتش هم پیداست که امروز نیست. اما اون چه این ملا رو ساخته، یعنی آخوند رو ساخته، بخشیش یعنی ذهنیتش و اخلاقش و رفتارش و کردارش، بخشیش رو از قانون شریعت گرفته و از بنیانگذار اسلام گرفته، بخش دیگرش رو در طول تاریخ به واسطه فرض بفرمایید
مسائل و منافع صنفی خودش ایجاد کرده. در باب این که میفرمایید شادی و نشاط، میخوام خدمت شما عرض کنم که اینها رو در واقع بیشترش رو همون بنیانگذاران اسلام گذاشتن. به چه دلیل؟ به دلیل آن که هر چیز جاذبه ای داشت در اون روزگار نمیپذیرفتند و همه توجهات عرب رو به مطالب قرآنی میخواستند. به همین دلیل هست که فرد بفرمایید حتی شعرا رو هم نفی کردند، چون عرب در اون روزگار هنری نداشت، هنرش در شعرش بود. گاه نوازندگان بودند که از ایران و جاهای دیگه میرفتند و شعر عرب اهمیت داشت، شعرا رو نفی کردند. و خدمت شما عرض میکنم که هر چیز دیگری که ممکن بود یک جاذبه‌ای داشته باشد، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در روزگار حضرت یک مردی پیدا شد به نام نضر بن حارث که خیشی دوری هم با رسول داشت. من این مطلب رو چندی بار عرض کردم خدمت هموطنان، چون اهمیت داره و دشمنی اسلام با آیین ایرانی و فرهنگ باستان از همونجا آغاز میشه. این نضر بن حارث آمده بود به ایران و داستان رستم اسفندیار و داستان فرض فهم رستم و سهراب اینها رو آموخته بود و برگشته بود به شعر عربی ترجمه کرده بود و به مردم میگفت ای مردم بیایید سخنان من رو گوش کنید، سخنانی که ایشان میگوید از سخنان از نوع اساطیر الاولین هست و بینندگان ایشون یعنی نضر بن حارث بیشتر از بینندگان حضرت رسول شده بود. یعنی کسانی که جمع میشدن برای شنیدن داستانهای زیبای ایرانی بسیار بیشتر از کسانی بود که جمع میشدن و داستان یونس و یوسف و این حرفا رو میشنیدن. بنابراین آمدن و ایشون رو نفی کردن. این که میگوید که وجتنبو قول زور یا قول زور، زور به زه یعنی سخن لغو و باطل. حالا برای این در واقع چون سخن از موسیقی اونجا نرفته یا مجسمه سازی و اینها، این قال زور رو تعمیم دادن به همین حرفا. حالا بگذاریم از این داستان که بعد بهش میپردازیم. ببینید آقای باشیری، بله. میخوام یه تیکه صحبتی آقای خمینی دارد که خیلی جالبه برای همین پایه این بحث. اجازه بدین اون تیکه صحبت رو بشنویم، برگردیم خدمت شما. ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین عشقها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام استاده و این دستجات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میارد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکنند. در این امر سستی نباید کرد. مجلس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر باشد. ببینید روشنه دیگه، این که ائمه ما نقشش را کشیدند در صدر اسلام، این کدوم نقشه است؟ ارتباطش با گریه و نوحه چیه و با بچه سیاسی قضیه ببیشه که خمینی اینقدر روش تاکید میکنه؟ ما در صدر اسلام امامی نداشتیم قربونتون برم که نقشه‌ای بکشد. از ائمه شیعه حضرت علی بوده و همه این داستان‌ها و همه این احادیثی که نسب نسبت میدهن از امام جعفر صادق به بعد هست. در واقع سازنده فقه شیعه ایشان هست. این است که ما نقشه و طرحی نمیبینیم که کسی کرده باشد جز مبالغ حدیث که به امام جعفر صادق منتسب کردن. مثلا فرض بفرمایید در موضوع موسیقی و در موضوع گریه برای امام حسین یا این چیزها که کتابهای مجلسی و دیگران پر است از این قضایا، ولی طرح و نقشه ای نبود که کسی بکشد برای مسلمین. اساسا ائمه ای وجود نداشت. این داستان امامت بعدها ساختار خودش رو گرفت، کدوم امام آمد کدوم چیز بگوید. در واقع تلاش
اولاد علی بیشتر برای گرفتن خلافت بود و هرگز هم توفیق نیافتند. اما حالا چرا اینقدر با شادی و نشاط اینها عرض میکنن که دشمن هستن؟ یعنی نقشه‌ای که به هر حال میگوید ائمه، حالا نقشه‌ای که خودش کشیده، نقشه خودش. بله بفرم. آخه میگیم صدر اسلام یعنی چی؟ صدر اسلام یعنی دورانی که دوران در واقع گسترش تعلیمات اسلامی بوده و دوران جنگ بوده و چنین و چنان خلفای راشدین بودن، اینها رو میگن صدر اسلام. دیگه مابقی دیگه صدر اسلام محسوب نیست که کسی بگوید در صدر اسلام چه نقشه ها کشیدن. و موضوع دیگری خواستم خدمت شما عرض کنم با این ضیق وقت و این مطلب، مطلب بسیار مهم و مطلب بسیار مبسوطی هست که وقتم نیست، عرض میکنم که ببینید بعضی اینها از تعلیمات دین گرفته میشه، مثل حرام بودن شکل و شمایل و نقاشی و این حرفا، که اینها به هر صورت این کار رو روبرا کردن و به این بهانه که انگشتری که در دست حضرت رسول بود چون نقش داشت با چاقو پاک کردن، بنابراین همه مجسمه‌های جهان رو باید ما تخریب بکنیم، کما اینکه اون سرخ‌بت و خنگ‌بت و بعد در افغانستان و بعد این آثار بی‌نظیر مدنیت‌های خاورمیانه رو اینها از بین بردن. و این کار اسلامی است، نفرمایید اسلامی نیست، این کار اسلامی است و از ابتدا هم همین طور بوده. مطلب دیگر عرض می‌کنم که موضوع صنفی قضیه است، موضوع دکانداری داستان هست و بزرگترین بهانه موضوع کشته شدن امام حسین هست در کربلا، که این در واقع مهمترین عنصری هست که آخوندها در دست دارن و هر سال این رو تجدید می‌کنن و هر سال اون رو گسترش می‌دهن که مردم یادتون باشد ما کی هستیم، ما سادات هستیم، ما وارث شهادت حسین هستیم. و خمینی میگفت که محرم السفر ما رو نگه داشته، خب راست میگفته است، یعنی اینا پولی که از مردم میگرفتن و کسب و کاری که داشتن، بهانش عمدتاً اول داستان کربلا بود و ضربت خوردن حضرت امیر بود و بعد کشته شدن او بود و بعد بقیه ائمه که به زندان بودند و اینها، روی این قضایای تاریخی آخوند سرمایه گذاری کرده و این صنف خودش رو در جامعه نگه داشته و اخاذی هاش هم در زیر سایه همین کار کرده. و بعد بر این هست که اساسا هر گونه نشاط و شادی در خلاف جهت در واقع متانت دینی است، همه بایستی سکرمه هاشون در هم باشه و به طور کل خنده. حتی شما نگاه کنین هرگز آخوند ندیدیم بدوه، مگر اینکه ببینه جانش در خطر بدوه، هرگز آخوند سرقدمش رو تون نمی کنه، چون این خلاف متانت دینی است و این در واقع یک استایلی است که آخوند برای خودش تولید کرده. و سرمایه گذاریش اول هم که عرض کردم روی داستان حسین هست و بعد همه عالم باید بگریان. آقا ما در قضیه کربلا کسانی که نجات پیدا کردن، یکی امام چهارم شیعیان است، امام سجاد، یکی حضرت سکینه بوده، سکینه هستش هست و حضرت زینب، ما ندیدیم در عمر دراز مدتی که امام چهارم یا امام زین العابدین بیمار که زنهای متعدد گرفت و پول بسیاری از یزید گرفت، ما ندیدیم که ایشان در واقع سال روز عاشورا سینه زنی بکند یا گریه بکند یا اساسا یادی بکند که مردم بدانند خب امروز این مرد قصه‌دار هست و در جای منعکس شده باشه. اینها کسانی بودند که شاهدان کربلا بودند. حضرت سکینه یکی از کارشناسان موسیقی بوده و به تصریح نویسنده الاغانی، موسیقیدانان بزرگ در منزل ایشان تردد داشتند و وقتی که یک نوازنده و یک خواننده بزرگ عرب آمد، تعداد مردم بر روی پشت بام ها به قدری زیاد شد که پشت بام خانه فرو ریخت. یعنی اینطور نبود است که حالا اینا بنشینن هر روز عاشورا سینه بزنن و گریه کنن برای امام حسین، چنین نبوده. اولین کسانی که برای حسین گریه کردن، اونم به واسطه حس گناهی که داشتن، اون کسانی بودن که از مکه، ببخشید، از کوفه نامه نوشته بودن که آقا بیا ما شما رو به خلافت میرسانیم،
به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی، اینها بعد از اینکه حسین کشته شد رفتن بر سر گور حسین، حدود 4000 نفر بودن به گزارش طبری و ابن اسید و دیگران، و اونجا 3-4 روز عزاداری کردن و بعد شمشیر کشیدن و همه اینها رو کشتن. اینا نخستین گروه بودن. دیگر خبری نیست از این داستان تا میرسیم به روزگاری که در واقع دیلمیان ایران مثل عزادالدوله و رکن‌الدوله، اینها توان بسیار داشتن و قدرت بسیار داشتن، خلفای بغداد به اینها معلوم کردن، اینها آمدن و در بغداد آمدن و تشکیلات عزاداری برای حسین به راه انداختن. و باز دیگه خبر مهمی ما از این چیزها نداریم تا میرسیم به روزگار صفویه. بنابراین نه چنان بوده است که این آخوندها میگویند و نه چنان است که اینها در واقع در بابش سخن میرانند. شما اگه دقت فرمودید پشت سر این قضایایی که اینها میگفتند، هم خمینی هم اون یکی آقا که برای نوروز سخن میگفت، در واقع اینها میخواهند بگویند که ما در خصوصی ترین اعمال شما مردم ما حضور داریم و اونها هم بایستی به دست ما باشند. و بعد یک سر قضیه که موضوع اقتصادی بود و آقا به نوروز چیز میکرد، داشت خرابی وضعیت اقتصادی کشور رو برگردن نوروز میگذاشت که شما به درستی جواب ایشون رو دادید. این مباحث دوست گرامی خیلی مباحث گسترده است. امیدوارم وقتی بیشتری باشه در آینده در بابش صحبت. حالا در آینده، شاید همین چند دقیقه آینده باشه آقای مشیری. آقای دکتر نقره‌کار، متاسفانه ما اسکایپتون از دست دادیم. من سوال رو مشخص‌تر عرض می‌کنم خدمت شما که ببینید، شهید پروری، مرگ ستانی، مرده پرستی، تقدیس این مفاهیم، اینها چقدر به نفع حکومت، چقدر به نفع یا به ضرر مردم، خلاصه از نظر همون رابطش با شادی، نشاط اجتماعی، خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید. ببینید، بذارید من یه اشاره‌ای بکنم. شادی در واقع احساس رضایت از زندگی تعریف میشه. خیلی با تسامح و تساهل برخی از بارقه‌های شادی و میشه گفت حتی ممکنه ارتباطی هم نباشه به عنوان شادی تعریف میشه. برای نمونه خنده و یا خیلی از حرکاتی که تو این چارچوب با تعریف میکنیم، اینها در واقع در چارچوب خوشی، لذت و خوشباشی شاید تعریف بشن. خدا شادی همونطوری که عرض کردم تعریفش احساس رضایت از زندگی است. اما اون چیزی که بهش اشاره کردید در واقع اون سیاست فرهنگی که حکومت اسلامی پیشه کرده، که من اشاره کردم یک پروژه مذهبی سیاسی رو دنبال میکنه، یک بچهش همون سوک ستایی و تقدیس اعضاست که اشاره شد، و بچه دیگرش در واقع دشمنی با عناصر فرهنگی غیر خودی است، مثل همون فلواقع دشمنی با فرهنگ ملی و یا دشمنی با فرهنگ بین المللی که همون فرهنگ غرب. چرا حکومت این کارو میکنه؟ من خیلی خلاصه بگم که به سوال شما برگرده، حکومت به دنبال در واقع یک حافظه ملی تاریخی و مذهبی جدید هست، جدید بوده، برای اینکه بتونه یک حافظه در واقع ملی تاریخی و به زعم من اسلامی ایجاد بکنه، تا آن حافظه ملی تاریخی و جمعی رو که فرهنگ ملیش فر واقع بارقه های شادی هم درش بوده، مثل آنچه که به هر حال در رابطه با اعیاد ملی و جشن ها تر میشه، این در واقع حافظه رو جایگزین اون حافظه بکنه در یک روند، در واقع میشه گفت فرایند تکرار و یادآوری و تولید حافظه و افکار عمومی جدید، برای اینکه بتونه اون افکار رو اونطور که میخواد کنترل کنه. بنابراین در همین رابطه اگر ما نگاه بکنیم، به هر حال باز به این سوال شما برمیگرده، پیامدهای یک همچین سیاستی، یعنی این چیزی که حکومت دنبال میکنه. ببینید، ما یک جامعه شاد نیستیم و فرهنگ شادی در جامعه ما وجود نداره. شادی هم به عنوان یک واکنش عاطفی مثبت که هم بنیانهای درونی داره و هم بنیانهای بیرونی، به خاطر فقدانش در جامعه از یک طرف
و همینطور وجود فرهنگ شادی ستیزی و در واقع شادی زدایی که حکومت پیشه کرده و پیش میبره پیامدهای زیادی در جامعه به لحاظ روانی و اجتماعی داره. برای همین جامعه ما یک جامعه روان رنجوره، یعنی جوانی که در واقع احساس رضایت از زندگیش نمیکنه و بارقه های شادی هم در جامعه ممنوع هست براش و نمیتونه به دنبال اونها بره، بنابراین میره به دنبال میشه گفت مواردی که بتونه اون احساس رضایت رو درش تأمین کنه. برای نمونه بحث احتیاط پیش میاد، گرایش به سمت داروهایی که به طور موقت این احساس رو تأمین میکنن، یا اگر چنانچه این احساس همونطور که اشاره کردی تأمین نشه در جامعه، حالا به ویژه با بنیانهای بیرونی که آزادی، فرهنگ، اقتصاد در زمره این بنیانها هست، همون یأس و ناامیدی و افسردگی پیش میاد که به هر حال اون پیامدهایی مثل خودکشی و اینها رو در جامعه داره. یک سو فقدان و در واقع ستیز با فرهنگ شادی و شادی، یک سو هم جایگزینی یک فرهنگ در واقع عزا و ماتم که فی الواقع همون در رابطه با همون بحث حافظه که عرض کردم که فی الواقع چنین فرهنگی درون خودش مسئله خشونت، انتقام، شهید پروری و همینطور کشتن و کشتشونه رو تبلیغ میکنه. در واقع مردم ما بین دو سنگ آسیا، یکی فقدان فرهنگ شادی و شادی و یکی وجود فرهنگ شادی ستیزی به این شکل که عرض کردم و تلاش حکومت برای یک حافظه سازی جدید، حافظه سازی اسلامی و حافظه سازی در واقع تاریخی و یک هویت سازی جدید و یک عادت وارگی جدید که حکومت به دنبال آن هست قرار گرفتن و در یک شرایط سختی به سر میبرن که ما امروز در جامعه خودمون شاهدش هستیم. بله، بسیار ممنونم. آقای مشیری، آنچه آقای دکتر نقلکار فرمودن حافظه سازی و هویت سازی جدید، آیا واقعا این هویت سازی جدیده یا اینکه این هویت ایرانی بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران بوده از تا امروز در طی 1400 سال لااقل در طی لااقل از زمان صفویه به این سو که حکومت شیعه مسلط می شود، آیا این هویتی است که ایرانی ها داشتن هم می شود؟ یعنی ببینین میگیم فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، ایران اسلامی و فرهنگ ایران اسلامی، اینا سه وجهی هستن که طرفدارای خودشونو دارن، کدومش درسته؟ ببینید آقای فلاحتی، اسلام وقتی ظهور کرد در واقع گردندگان این ایدئولوژی برون شدن که مدنیت انسان اون چی پیش از اسلام بوده بغی و عناد بوده و کفر بوده و باطل بوده. تمدن یونان، تمدن ایران، تمدن روم، همه این مدنیت ها رو اینها فاسد دانستن و در واقع مدنیت انسان به زمین ها بعد از اسلام شروع شده. بنابراین آمدن و به اسلامیزه کردن منطقه و عربیزه کردن اون بسیار کوشیدن و همینطور که میدانیم و بارها شخصیت های مختلف در باب اینها صحبت کردن، مدنیت های قدیم به طور کل از میان رفتن و ماند ایران. از همان ابتدا خصومت با فرهنگ باستان ایران آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. و در باب تعریف فرهنگ بنده عرض کردم یا در یک مقاله مفصلی هم توضیح دادم که آقا فرهنگ با دین تعریف نمی شود. دین عنصر مهمی هست اما همه فرهنگ نیست. بنابراین ما چیزی به نام فرهنگ اسلامی نداریم، همونطور که فرهنگ یهودی نداریم و فرهنگ مسیحی نداریم و فرهنگ هندو نداریم. فرهنگ با یک دوره زمانی از تاریخ و در جغرافیای خاص تعریف می شود. مثلا ما نمیدانم هنر اسلامی نداریم، میگوییم که هنر دوره مغول یا هنر دوره صفویه، که وقتی میگوییم مقصود مردمی هستند که مردم ایران باشند که تولید اون فرهنگ خاص رو کردن در اون دوره، با زمان تعریف میشود نه با دین. و این یک مغالطه‌ای بوده که البته در هیچ یک از آثار تاریخی اسلامی دیده نشد، این تعبیر فرهنگ اسلامی دیده نشد و خارجی ها به خصوص آقای کربن و امثال او
اینها آمدن و این اصطلاح مغالطه‌آمیز رو به میان انداختن. و میخوام خدمت شما عرض کنم که به طور کل اینها خصومت بسیار شدید دارن، آخوندها و اسلامیون، دین باوران، با اون چه پیش از اسلام در ایران بوده مردود میدانن. ببینید اون بسیار خوب، اون مفروض. امروز چرا؟ سوالی که آقای دکتر نورکار کردن که گفتن ما یک جامعه شاد نیستیم. چرا ما یک جامعه شاد نیستیم امروز؟ همین بله بفرمایید. خواهش می‌کنم یه دقیقه دو دقیقه جواب بدین که از من همین سوال از دکتر نورکارم بپرسم. خواهش. بله ببینید، ما نه اینکه ما اهل شادی نیستیم، بسیار ایران اهل شادی و نشاطه. میخوام خدمت شما عرض کنم که یک محقق خارجی میگوید که اعراب بسیار کوشیدند که دو چیز را از دست ایرانیان بیرون کنند، یعنی اسلامیان. یکی پرورش خوب بوده و یکی شراب بوده، می بوده، و اولی را توانستن، دومی را ندانستن. فرهنگ ایران مبتنی بوده است بر آباد کردن گیتی، ساختن گیتی، پاک نگاه داشتن آبها و پاک نگاه داشتن هوا و خوش زیستن. به تقویم ایران نگاه بکنیم، چه مایه جشنها بوده در ایران زمین. امروز چرا شاد نیستن مردم؟ بسط این که یک استبدادی حاکم است که در نشاط و شادی رو بر مردم بسته، همچنان که حکومت استالینیستی و قبل از او اندکی و بعد از او در نشاط و شادی رو بر مردم شوروی بسته بودن. منتها اینا بهانه دین رو دارن، بهشت و جهنم هم در اختیار اینهاست، تعالیم قرآنی هم در اختیار اینهاست، و اینها نمیخواهند که مردم شاد باشند، مخالفت میکنند، در حالی که خود اینها از در واقع نسبت به زندگی مادی حریص‌ترین آدم‌ها هستند. بسیار بله. درود بر شما آقای مشیری عزیز، روزتون بخیر در کالیفرنیا. آقای دکتر نقره‌کار، همین سوالو دو دقیقه وقت دارین، خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید. ببینید، به این دلیل جامعه شادی نداریم ما، برای اینکه من اشاره کردم شادی یک واکنش عاطفی مثبته، یعنی بخشی از عواطف انسانی است که هم احساسات و محرک‌های درونی داره و هم بیرونی در واقع، و این محرک‌ها و احساس‌های بیرونی برای این ایجاد احساس رضایت. ما الان از شادی که صحبت داریم می‌کنیم فقط برخی از بارقه‌های شادی رو مطرح می‌کنیم. این احساس رضایت از زندگی که معنای اصلی شادی است در جامعه ما تأمین نمیشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون عوامل محرک و احساسهای محرک آزادی هست، فرهنگ هست، هنر هست، اقتصاد هست، اجتماع هست و بسیاری از پارامترهای روانی دیگه. در جامعه که فقر، بیکاری و بسیاری از این مشکلات وجود داره و آزادی وجود نداره، و در این حال حتی بارقه های شادی ممنوع هست و جرم محسوب میشه، طبیعی هیچ احساس اون رضایتی که عرض میکنم شادی معنا میده وجود نداره. چقدرش به حکومت دینی مربوط میشه؟ ببینید مثلا دوره عثمانیه، عثمانی ها در یک دوره های کاملا رونق اقتصادی هم بود، دوره صفویه خودمون کاملا یک دوره رونق اقتصادی بود. میخوام ببینم که آیا شادی در جامعه مربوط میشود به فرهنگی که مردم دارن یا فرهنگی که حکومت مسلط کرده است، فارغ از مسئله اقتصادی. ببینید، به گمان من به همه این مجموعه ها باید توجه داشت. این مسئله برمیگرده باز به تعریفی که از شادی میدیم. ما تمام این باره، حتی اعیادی رو که ما صحبت چه میکنیم و جشنها، اینها مظاهر شادی هستند تا حدودی. ولی شادی اگر همان تعریفی که در واقع در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی میشه، یعنی احساس رضایت از زندگی، در واقع عوامل متعددی میتونن درش نقش داشته باشن از جمله دین. پاسختونو گرفتم، امیدوارم که بینندگانم گرفته باشن. بله، پاسخ بسیار روشنی است که بله روشن فرمودن که به همون بنای در واقع اقتصادی زندگی مالی، وقتی که آدم خیالش راحت باشه دغدغه مالی نداشته باشه، به هر حال خود این رضایت آور است، و بعد دیگه دنبال اوقات فراغت رفتن که در قانون باید همیشه باشد، نه در قانون مملکت ما هست، نه در قانون مملکت های شبیه مملکت ما. به هر حال بسیار خوب، بریم.
بسیار خوب، بریم یعنی بریم پرده آخر دیگه. که رفتن ما که حاج آقا میگه بحث شب بدی، ما سه روزم اونجا تو کتاب نوشتم، ما از کتابم خبر نداشتم. اسوانی آمدن کتاب را جریان انداختن و ما رو تبلیغات کردن قول حاج آقا که بردن اسوان. سه روزم اونجا با امام زمان اینا بود، من اصلا نمیفهمیدم که این امام زمان یا نایب امام زمانه. بلاخره ما سه روزم پرش بودم. بگی گم شدی تا با حال هر چی بهش اصرار کردم بگو، میگه اجازه ندارم بگم. فقط یه چیزشو گفت اجازه دارم، اونم واسه خودتون بگین. یک چیز رو حضرت اجازه دادن که بگه، اون یک کلمه رو خودش بگه بهتره. سند فرمودن چی بود کلمه که فرمودن؟ که انبه زینم روزش ازویت بخوانم و گیره کنن دعای فرد من مینابود دعا کنم. برای امم زینب زیاد گریه کنی و برای فرج من خیلی دعا کن. ببینید این دکون دستگاه رو من نمیتونم دیگه هیچی نگم بعد از این پرده آخر. اون بابا چوپان بوده، آوردنش، داستان چوپان دروغگو یادتونه؟ بعد میگه که سه روزم با امام زمان بودم، اینم که میگه برای عمم دعا کنیم فلان کنیم. شب و روزگار خوش.